میخوام شما رو ببرم شیراز، پشت در مسجد قبا، مسجدی که آیت الله سید علی محمد دستغیب شیرازی در او اقامه نماز میکنه. ایشون یک اعتراض به ساحت رهبری داشته در مجلس خبرگان، یعنی وظیفه قانونیش رو خواسته اعمال بکنه، گوشه ای از یکی از وظایف قانونیش. آیت اللهی که تا دیروز چشم و چراغ بسیجیا بود، ناگهان از فردا میشه آمریکایی، مرجع آمریکایی. ننگت باد، ننگت باد. هی تحلیل بکنه از اونجا، از اونجا اومدیم چی اومدی؟ هی مسجد شما مسجد زراری با میخوام چی کار بکنیم برو دنبال کارت بنده خدا، بشین یه گوشه توبه بکن از این کارو که گرفتی کردی، عذرخواهی بکن از ملت. خب دیدیم خودمون جلو خودمون آمدن نشون دادن، عکساتون هست بود، فیلماتون هست، همش هست، با چون مازد سر مردم و خیانت به امارت مردم کردید، وقتی دست بالا پشدید حرف هم نزنیم چی؟ یه دیده که با تهمت بیرون کردی، یه دیده هم که با شما بیرون کردی، یه دیده هم خب چی موندید دیگه؟ خودتون رو دیده اصلای خودتون به تفنگاهاتون رو چیزه که اونم از خاری دیده از چیزه از خاری رو بارید مسئول، سنگ دارن میدازن مسئول. حالا یه شما قضاعت سرتون، خب من شما چی کار کردی؟ گفتن بیا تو انتخابات شرکت بکن، من کردی. حالا یه شما قضاعت داره میدازن سرش، خب اینا ظلم نیست؟ با میگه حرف نزنیم، خب برای چه حرف نزنیم؟ خب چیز که میبینیم، چیز که میدونیم، حرف نزنیم. خب ظلم، خب بنده خدا نگی خب بیایی شرکت بکنی به انتخابات، بگی وقتی اومد شرکت خب چرا میزنید تش؟ شما هم میدن سرش برش چی؟ خب اکساش هست، همه چی هم رسما که بیداری هر نمیزنید تش. با برکشیدن و برساختن بسیج و بسیجی به دنیا نشون دادیم که میتونیم حرف از قانون بزنیم و به قانون بخندیم، میتونیم حرف از عدالت بزنیم و به عدالت بخندیم. من اطمینان دارم به خاطر همین لات بازی های بسیجیان بسیاری از مردم دنیا کمترین رغبت برای معاشرت با ما ندارن. شما فرزندتون رو به یک لات میسپرید،
شما خانوادتون رو به یک لات میسپرید که از یک نقطه اونها رو ببره به یه نقطه ای. ما در بستری از لات بازی بسیجیان داریم زندگی میکنیم. Thank you.
جنگ‌های شهر دارن از نام شهدا سوء استفاده می‌کنن، از این دانگلیان سوء استفاده می‌کنن. حتی این دانگلیان که بچه‌ای در بکنن کدوم حرکت خودجوش بسیجیان قانونی بوده؟ ما که برای دیگران میگیم آقا شما باید بیایید از وزارت کشور اجازه بگیرید، آیا به بسیجیان هم گفتیم آقا شما میخواید نسبت به یک مقوله‌ای، نسبت به یک مسئله‌ای اعتراض کنید یا علاقمندی خودتون نسبت به چیزی نشون بدید، بیایید بید از وزارت کشور یه درخواست بدید اجازه بگیرید؟ اجازه یه چی آقا؟ اونا از خودمونن، اجازه رو باید غریبه ها بگیرن که نمیدیم بهشون. شما یک و فقط یک اعتراض مردمی رو به ما نشون بدید که تونستن از وزارت کشور اجازه بگیرن و راه پیمایی بکنن. خب اینا از حقوق مردمه که ما تباه کردیم، اما در نقطه مقابل این جماعت میزنن، میشکنن، اعتراض میکنن، شعار میدن. اینا با اجازه کی رفتن اونجا و با حمایت چه کسی و چه دستگاهی؟ جناب عالی میدونید، بنده هم میدونم که این اوباشان مستقیما چشم به بیت شریف شما دارن و از اونجا خط میگیرن، وگرنه
از بیت شریف شما یک اعتراض، یک بیانیه، یک خبر به بیرون درز می کرد که آقا ما این رفتار رو نمی پسندیم، این آیت الله اشتباه کرده، باید تنبیه بشه، اما قانونن، نه اینکه یه اتقال چماق بریزن پشت در مسجد، پشت در منزل ایشون، که چرا ایشون گفته رهبری باید مدارا کنه با مردم. شما خدا رو خیلی دوست دارید، میدونم. همین خدا در قرآن به پیامبرش بشارت میده، از بندگانش، اونهایی که اقوال مختلف رو میشنوند و بهترینش رو بر میگذینند و از اون تبعیت میکنند. 33 ساله ما در این انقلاب این آیه رو زیر پا گذاشتیم، به مردم اجازه ندادیم اقوال مختلف رو بشنوند. یک حکومت اسلامی باید برای این آیه بستر سازی کنه که مردم اقوال مختلف رو بشنوند و بهترینش رو خودشون، نه حکومت نیابتن، انتخاب کنن. 33 سال این آیه رو زیر پا گذاشتیم و خیلی آیات دیگه. ادعای اسلام خواهی ما دنیا رو پر کرده و گوش همه رو کر کرده، اما دریغ از ذره ادب. ما فتوا میدیم که چی؟ که آقا مردم دنیا بدونید در آموزه های دینی ما ساخت بمب اتم حرام است. خب مردم دنیا چطور این فتوای ما رو باور کنند در حالی که طبق صریح ترین آموزه های دینی کشتن انسان ها هم حرام است، ولی ما میکشیم. زندانی کردن بی دلیل انسان ها حرام است، ما زندانیشون میکنیم. رانت خاری حرام است و ما میکنیم. خاص پروری حرام است و ما تخصصشو داریم. خلاصه آقا این بسیجی های شما، این شعبون بیمخا هم آبروی شما رو بردن. چرا؟ چون مستقیما از شما خط میگیرن، هم آبروی ما رو تو دنیا و هم تا قیام قیامت یه لکه ننگ توی پیشونی ما نشاندند که می شود بسیجی بود و فحش داد، می شود بسیجی بود و زد و کشت و تخریب کرد و اموال مردم رو دزدید و خسارت بار آورد، می شود بسیجی بود و به قانون خندید. دیگه چی بگم؟